خب حالا که تونستیم یه کار خیلی ساده ای با مثلا این ریاکت نیتیو انجام بدیم، ببینیم داری بررسی بکنیم که چه کارهای دیگه مثلا میشد اینجا انجام بدیم. مثلا بیایم یک باتن برای اینکه به جایی که دکمه آر رو بزنیم و ریفرش بشه اضافه کنیم. خب این کارهای دیگه شما هم الان میکنم دستتون اومده که تقریبا چجوری این کارها رو انجام میدید، من فقط دوباره انجامش میدم که خب شما بتونید یک مثال خوبی داشته باشید که خب این سیستم کلا چجوری کار میکنه. فرض کنیم که پس من یک ویدیو دیگه اضافه میکنم، اینجا باتن رو اضافه میکنم، بهش میگم که ایمپورتش رو درست کنم، اینجا مثالش کنم نیورده که بتونم ایمپورتش کنم، متاسفانه خودم رو بگم و بعد از اون این ویو رو مثلا فرض کنید که اسمش رو بزنم استایل ریسیت باتن. پس ریسیت باتن رو هم اینجا اضافه میکنم، خواهی خیلی همچه رو نمیدم، یه میتونم اینجا یه مارکیم. پس unpress learn more هم میشه unpress reset button. این رو هم اینجا پیست میکنم و کاری که قرار انجام بده خیلی ساده است دیگه. قراره که دوباره این array رو بیاد با همین نالی که وجود داره reset. پس من کافی که قراره کش بگم set squares و ریسیت. و خب این الان باتنیه که من اینجا پردم، این خب تایتلش رو هم خب پس من الان اگر بازی شروع کنم و ریسیت رو بزنم میبینیم که ریسیت بشه. خب بیاییم اینجا باتن روی بررسی داشته باشیم، میبینیم که توی باتن من بزنم تایتل و مثلا این آن پرس رو بهش بدم و به این شکل تایتل میتونه کار بکنه. خب حالا اگر من میخوام باتنم رو استایل بدم چیکار میکنم؟ میبینید که من میتونستم بهش یه کالر بدم. اینجا لیست پراپساش وجود داره که شما میتونید ببینید که خب این دوتا ریکوایرده، میتونید آن اکسسیبیلیتی اکشن کالر دیزیبل و این چیزهایی که میتونید بهش بدید. خب حالا مثلا ممکنه شما براتون سوال بشه که من میتونم بهش استایل رو پس بدم. فرض کنیم که من همین استایل رو بهش پاس میدم، اینجا مثلا بهش میگم که باتن و این پایین میان بهش میگم که مثلا کالر رد. میبینید که تأثیری نداره چون لیستش اینجا تعریفی نشده که استایلز رو بخوام توی مثلا باتن تعریف کنم. پس ما اگر رو خواهم استایل بهش بدیم باید بیاییم روی ویو باشه استایل. پس من اگر بخوام داخل ویو بهش استایل بدم، حالا اینجا اسمش گذاشتم ریسیت باتن، تا مثلا من فرض کنیم که بهش بگم بک‌گراند کالرش مثلا میشه یه رنگی که مثلا فرض کنیم این شکل باشه، بعد مثلا کالرش رو دارم مثلا وایت. خب ولی با این حال این وایته میبینید که باز پاره میکنه، من مجبورم بیام اینجا بهش وایت بدم. میبینید که باتن خیلی محدودیت داره. پس درسته که اسمش باتنه ولی محدودیت های خیلی زیادی داره که خب وقتی که ما میخوام ازش استفاده بکنیم مجبور میشیم بیایم و چیزای دیگر رو در نظر بگیریم و این ویوی که اینجا رندر میکنه واقعا وابسته به اینه که این کالر دیفالتش چه چیزی بهش داده میشه. مثلا فرض کنید که من اگر کالرش رو اینجوری تعریف کنم، شما استایلش رو میبینید که خودش تنظیم میکنه و من فقط توی اون مثلا ویو کلی یه رنگی داده بودم که اینجا مثلا رنگش اینجوری باشه. پس محدودیتش زیاده و حالا مثلا من بزرگی بخوام بزرگترش بکنم و یه کاری بکنم و به این صورت. پس درسته که میشه تعریفش کرد
میشه استفادهش کرد، میشه همچین استایلی ازش گرفت. ولی تو اکثر مواقع وقتی که میخوایم این کار رو انجام بدیم، ما میایم و از پاچبل استفاده میکنیم. مثلا فرض کنیم که اینجور دوباره این لفت باتن میبینه که رنگش سفیده، ولی دلیل اینکه سفیده اینه که ما فقط مثلا اینجا بهش باتنی در از کالری ندادیم، یعنی زیاد دستمون باز نیستش که توی مثلا این سیستم بتونیم کار کنیم. اگر دکمه های ساده ای دارید، مثلا این بک باتن یک چیزی وجود داره، میشه به راحتی ازش استفاده کنید. حالا من اینجا نگرش میدارم برای اینکه شما ببینید ریست چجوری کار میکنه، چجوری باتن رو میشه استفاده کرد. ولی توی اسکوئر ها یاد گرفتیم که چجوری بیم تاچبل اپاسیتی تعریف بکنیم و این بیشتر اون کاریه که ما با باتن انجام میدیم. پس شما الان یاد گرفتید که اکثر مواقع توی سیستم چی کار میکنیم که ما یک به اصطلاح کلیک تعریف کنیم. یا ممکنه که حتی حالا دوباره بیایم و از کامپوننت جدیدی مثل پرسیبل استفاده بکنیم که ساختارش تقریبا شبیه همون ساختار تاچبل اپاسیتی هست و استایلی که بهتون میده هم استایلی که خودتون میتونید تعیین کنید. ببینید که اینجا من میتونم حالت پرست و غیر پرستش رو ازش بگیرم که مثلا استایل های مختلف پرش تعیین کنم. خب این رو هم بعدا ما توی مثال دیگه دوباره برمیگردیم ازش استفاده میکنیم. فعلا میخواستم که باتن رو اینجا بهتون معرفی کرده باشم و توی مرحله بعدی دوباره میخوام بیام ببینیم که خب حالا من اینجا متوجه شدم که مثلا x is the winner. یه روش دیگه ای رو برای اینکه بخوایم وینر رو نمایش بدیم بذاریم به جایی که مثلا این باشه. تو ویدیو بعدی بیشتر راجع به صحبت